به نام خدا، فرشته تقی‌زاده هستم با ویدیوی آموزشی سیستم مدیریت فروشگاه موبایل با سی شارپ در خدمت شما هستم. اگه این سیستم مدیریتی رو طراحی بکنیم، دو تا گام اصلی داره. گام اول طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده هستش و گام دوم پیاده‌سازی اپلیکیشن هستش. برای اینکه گام اول رو انجام بدیم و پایگاه داده رو بخوایم ایجاد بیاییم بکنیم، برای اینکه پایگاه داده اصولی و خوب داشته باشیم، باید یک سری مراحل رو طی بکنیم. مرحله اول باید نمودار ER اون سیستمی که میخوایم رو طراحی بکنیم و بعد با توجه به این نمودار ER در مرحله دوم جدول‌ها رو شناسایی بکنیم و در مرحله سوم بریم جدول‌ها رو داخل SQL پیاده‌سازیشون بکنیم تا بتونیم وارد گام دوم بشیم و خود اپلیکیشن رو پیاده سازی بکنیم. البته این نکته هم توجه داشته باشیم که این دو تا گام فقط مختص این پروژه‌ای که داریم انجام میدیم نیستش و برای هر اپلیکیشنی که می‌خوایم پیاده سازی بکنیم این دو تا گام رو باید انجام بدیم. یعنی اول دیتابیس رو طراحی بکنیم و بعد بریم خود اپلیکیشنمون رو با توجه به اون دیتابیس طراحی بکنیم. می‌خوایم نمودار ER مربوط به سیستم مدیریت فروشگاه موبایل رو رسم. برای رسم نمودار ER از برنامه ویزیو است. برنامه ویزیو رو که باز کردیم، ما نیاز داریم از تمپلیت دیتابیس نوتیشن استفاده بکنیم. اگر که این تمپلیت رو تو صفحه اول مشاهده نمی‌کنید، می‌تونید از قسمت مور تمپلیت وارد بخش دیتابیس کلیک بشید و از این قسمت دیتابیس نوتیشن رو انتخاب بکنید. و بعد هم بیاید این قسمت خالی رو انتخاب بکنید و کلیک رو بزنید. برای رسم ER بعد از این قسمت استفاده بکنیم و ER مد نظرمون رو رسم بکنیم. با توجه به اینکه رسم نمودار ER یکم زمان بر هستش، من از قبل ER مد نظر رو رسم کردم و حالا یک سری توضیحات رو روی این ER بهتون میدم. برای رسم ER ما باید ببینیم توی محیط عملیاتیمون نوع موجودیت هامون چیا هستن. ما می‌دونیم نوع موجودیت میشه هر چیزی که ما نیاز داریم براش بیایم اطلاعات ذخیره بکنیم. میتونه انسان باشه، میتونه یک شی باشه، میتونه اصلا وجود فیزیکی نداشته باشه، اما کلاً چیزهایی که ما نیاز داریم براشون بیایم اطلاعات ذخیره بکنیم داخل دیتابیسمون میشن نوع موجودیت‌های ما. نوع موجودیت‌هایی که ما براشون در نظر گرفتیم یکی فاکتور تعمیر هستش، پرسونل، مشتری، فاکتور خرید، دستگاه، دستگاه‌های موجود و نوع موجودیت دسته هستش. خب یک سری از این نوع موجودیت ها واضح هستن. پرسنل میشن کارمندهای اون فروشگاه که میخواییم حالا برنامه مدیریتی رو براش بیاییم پیاده سازی بیاییم بکنیم. مشتری افرادی هستن که از این فروشگاه میخوان خرید بکنن. اما خب فروشگاه ما نه تنها این امکان خرید رو داره، امکان تعمیر هم داره. یعنی مشتری میتونه بیاد یه سری دستگاه هایی که نیاز به تعمیر داره رو به این فروشگاه تحویل بده و براش حالا تعمیر بشه. بنابراین ما اینجا هم فاکتور خرید داریم هم فاکتور تعمیر داریم. از طرف دیگه من اینجا دو تا نوع موجودیت دارم. یک دستگاه، یکی دستگاه های موجود. منظورم از نوع موجودیت دستگاه کل دستگاه هایی هستش که تا به امروز حالا تو بازار هستش و تولید شده. اما دستگاه های موجود میشه دستگاه هایی که این فروشگاه داخل انبار خودش داره یا به طور کلی دستگاه هایی هستش که تو این فروشگاه موجود هستن. نوع موجودیت دسته هم برای مشخص کردن این هستش که دستگاه هایی که ما توی نوع موجودیت دستگاه میایم در نظر میگیریم برای چه دسته ای هستش. موبایل هستن، تبلت هستن، وسایل جانبی موبایل هستن. حالا دستگاه ها رو میاد مشخص میکنه. من برای هر کدوم از این نوع موجودیت ها صفت اصلیشون، کلید اصلیشون اومدم مشخص کردم. مثلا پرسونل، کد پرسونلی رو به عنوان کلید اصلی اومدم براش در نظر گرفتم. اما خب صفت‌های دیگه ای هم داره که موقع پیاده سازی جدول بهشون اشاره میکنیم. مثلا نام، نام خانوادگی، آدرس، شهر، کد ملی و سایر حالا صفت‌هایی که میتونیم در نظر بگیریم. یا برای مشتری صفتی که به عنوان کلید اصلیش اومدم در نظر گرفتم شماره همراهش هستش. اما خب سایر صفت‌ها، نام و نام خانوادگی و غیره هم نیاز داریم تو جدول بیایم ازش استفاده بکنیم. چیز دیگه‌ای که حالا داخل نمودار ER مشخص کردیم چندی نوع ارتباط ها هستش. برای مثال این پرسونل که برای ثبت فاکتور خرید رو قراره بیاد انجام بده، نوع موجودیت پرسونل و نوع موجودیت فاکتور خرید با استفاده از نوع ارتباط ثبت با هم دیگه اومدن ارتباط برقرار کردن و وارد این ارتباط شد. چندیش به صورت 1 به N هستش. حالا این چندی رو چجوری اومدیم مشخص کردیم؟ یک پرسونل میتونه چندین فاکتور خرید رو ثبت بکنه. بنابراین چندی این سمت میشه N. اما یک فاکتور خرید میتونه فقط توسط یک پرسونل تو سیستم ثبت بشه. پس چندی این سمت میشه 1
در به طور کلی چندیش میشه یک چندی یک به n. برای بقیه نوع ارتباط ها به همین صورت هستش. برای مثال این نوع موجودیت دستگاه و نوع موجودیت دسته. با استفاده از نوع ارتباط عضو یا عضویت اینها میان به هم دیگه متصل میشن و با هم ارتباط برقرار میکنن. چندیش یک به n هستش. به این صورت چندی مشخص شده که میگیم یک دستگاه میتونه عضو یک دسته باشه. بنابراین یک اینجا قرار داده میشه. اما یک دسته میتونه چندین دستگاه رو در خودش داشته باشه. مثلا دسته موبایل میتونه چندین موبایل که حالا دستگاه های مختلف هستش رو در خودش داشته باشه. بنابراین چندیش میشه n و به طور کلی چندی این نوع ارتباط میشه یک چندی یک به n. بقیه نوع ارتباط ها رو هم به همین صورت میایم مشخص میکنیم. یک چیز دیگه ای که اینجا مهم هستش بهش اشاره بکنیم فاکتور تعمیر هستش. فاکتور تعمیر یکی کلید اصلی داره که همون کد فاکتور هستش و همون یک صفت دستگاه های تعمیری رو هم مدام براش مشخص کردم. البته صفت های دیگه هم میتونه داشته باشه. اما این صفت دستگاه های تعمیری برامون مهم هست چون این صفت چند مقداری هستش. تو ممکنه یک مشتری بیاد و یک فاکتور حالا تعمیر رو بخوایم برای ثبت پیدا بکنیم و این مشتری چندین دستگاه رو برای تعمیر به ما حالا به این فروشگاه میخواد بیاد تحویل بده. بنابراین یک دستگاه تعمیری نداری، ممکنه چندین دستگاه تعمیری بده. به خاطر همین هم بعدن یک صفت چند مقداری براش در نظر گرفتم. ما نمودار ER اومدیم کشیدیم. حالا با توجه به این نمودار ER باید توی مرحله بعدی مشخص بکنیم چه جدول‌هایی ما نیاز داریم و با توجه به اینکه چه جدول‌هایی می‌خوایم بریم حالا داخل اسکول این جدول‌ها رو پیاده سازی بکنیم. اما چند تا چیز مهم هستش که وقتی ما خواستیم یک نمودار ER رو بیایم تبدیل بکنیم به یک جدول‌هاش و بیایم جدول‌هاش رو بخوایم مشخص بکنیم چجوری قرار مشخص بیاد بشه. به طور کلی ما برای نوع موجودیت‌هایی که اینجا داریم برای هر کدوم از این نوع موجودیت‌ها نیاز به یک جدول داریم. کلید اون جدول هم که میشه همون کلیدی که حالا من اینجا اومدم مشخص کردم. برای نوع ارتباط هامون وقتی نوع ارتباطمون چندیش n به m هستش، برای مثال من اینجا یک نوع ارتباط شامل دارم با چندی n به m، من برای این نوع موجودیت شامل نیاز دارم برای خودش هم یک جدول داشته باشم که توی جدول صفت خودش رو باید بیایم قرار بدیم. اما چیزی که باید توجه بکنیم این هستش که نوع ارتباط شامل رو بیام ببینم نوع موجودیت هایی که داخل شرکت میکنن چیا هستش. یکی فاکتور خرید هستش، یکی دستگاه های موجود. من باید بیام کلید های اصلی مربوط به فاکتور خرید و دستگاه های موجود رو به عنوان کلید خارجی داخل جدول مربوط به نوع ارتباط شامل بیام قرار بدم. البته هم کلید خارجی هستن هم کلید اصلی جدول شامل، پس یعنی هم کد فاکتور و هم کد کالا به عنوان کلید خارجی و کلید اصلی تو جدول مربوط به جدول شامل باید بیان قرار بگیرن. از طرف دیگه برای نوع ارتباط هایی که چندیشون یک به n هستش، برای مثال این نوع ارتباط خرید، شما ده نوع موجودیت مشتری و نوع موجودیت فاکتور خرید رو به هم دیگه متصل کرده. من نیاز ندارم برای خرید یک جدول جداگانه داشته باشم. اما برای اینکه این ارتباط رو بخوایم بیایم مشخص بکنیم، باید حتما کلید اصلی مربوط به نوع موجودیت مشتری که میشه نوع موجودیتی که سمت چندی یک هستش، و از کلید اصلیش که شماره همراه هستش رو به عنوان کلید خارجی داخل جدول فاکتور خرید که سمت n هستش بیایم قرار بدیم. اما دیگه فقط کلید خارجی هستش، کلید اصلی نیستش. بقیه این ارتباط هایی هم که چندشون یک به n هستش به همین صورته، یعنی برای خودشون جدول نمیخوایم، اما باید کلید اصلی که برای طرف نوع موجودیت یک هستش رو به عنوان کلید خارجی توی نوع موجودیت طرف n قرار بدیم. اما ما اینجا یک نوع ارتباط یک به یک هم داریم. این نوع ارتباط این سمت باید یک ارتباط الزامی باشه. من برای اینکه این نوع ارتباط بخوایم مشخص بکنیم، من برای این هم باز جدول نمیخوام، اما باید بیایم کلید اصلی که سمت الزام هستش، یعنی سمت این دستگاه، کلید اصلی که خود دستگاه هستش رو بیام به عنوان کلید خارجی توی جدول دستگاه های موجود بیام قرار بدم. بازم کلید اصلی نیستش، فقط کلید خارجیه. اما یک شرطی هم داره، شرط یونیک بودن. یعنی این شرط یونیک بودن رو توی جدول مربوط به دستگاه های موجود باید لحاظ بکنیم. در این قسمت میخواییم با توجه به نمودار ER رسم شده جدول ها رو مشخص بکنیم و ببینیم چه جدول های احتیاج هستی که در SQL پیاده سازی بشه. ما به طور کلی به 9 تا جدول نیاز داریم که باید این 9 تا جدول رو
پیاده سازی بکنیم. یکی از جدول هایی که احتیاج داریم جدول پرسونل هستش. داخل جدول پرسونل میخوایم اطلاعات پرسونل یا کارمندای فروشگاه رو ذخیره بکنیم. کلید اصلیش هم کد پرسونل. جدول دیگه ای که نیاز داریم جدول مشتری هستش که برای ذخیره اطلاعات مشتریان فروشگاه هستش. کلید اصلیش کد مشتریه. البته اینو باید به خاطرمون داشته باشیم که میخوایم کد مشتریمون همون شماره تلفن همراهش باشه. فقط من نام فیلدش رو اومدم کد مشتری گذاشتم. جدول دیگه ای که احتیاج داریم جدول فاکتور تعمیره. کلید اصلیش کد فاکتور هستش، اما دو تا کلید خارجی هم داره. یکی کد پرسونلی که از جدول پرسونل میاد، یکی هم کد مشتری که از جدول مشتری میاد. ما با توجه به این دو تا کلید خارجی میخوایم مشخص بکنیم که یک فاکتور برای چه مشتری ثبت شده و توسط چه پرسونلی ثبت شده. این جدول هم کنارش داریم کالاهای تعمیر. کالاهای تعمیری دو تا فیلد داره. یکی کد فاکتور و یکی هم نام کالا هستش. این دو تا فیلدش کلیدهای اصلیش هم هستن. اما باید بدونیم که کد فاکتور به غیر از اینکه کلید اصلی هستش، کلید خارجی هم هستش که از جدول فاکتور تعمیر گرفته میشه. یک جدول هم به نام فاکتور خرید داریم. کلید اصلیش کد فاکتوره. اما دو تا کلید خارجی هم داره. یکی کد پرسونلی و یکی هم کد مشتری. که کد پرسونلی از جدول پرسونل گرفته میشه و کد مشتری هم از جدول مشتری. یک جدول هم به نام دستگاه ها داریم که کلید اصلیش میشه کد دستگاه، اما یک کلید خارجی هم داره به نام نام دسته که این کلید خارجی از جدول دسته گرفته میشه. ما داخل جدول دسته فقط یک کلید داریم به نام نام دسته که این نام دسته کلید اصلیمون هم هستش که به عنوان کلید خارجی داخل جدول دستگاه ها قرار داده میشه. یک جدول هم برای دستگاه های موجود داریم. داخل دستگاه های موجود میخواییم مشخص بکنیم که داخل فروشگاه چه داخل انبارش چه دستگاه هایی موجود هستن. کلید اصلیش کد کالا هستش، اما کلید خارجی هم داره که کد دستگاهه. پس کد کالا کلید اصلیش هستش، کد دستگاه کلید خارجیشه که این کد دستگاه جدول دستگاه ها گرفته میشه. و بعد در نظر بگیریم که کلید خارجیمون باید این خاصیت یکتا بودن هم داشته باشه، یعنی باید لحاظ بکنیم که حتما یونیک باشه. یک جدول هم داریم به نام شامل یا فاکتور کالا که می‌خوایم این در خاطرمون باشه که این جدول شامل جدولی هستش که برای نوع ارتباط شامل بودش که میومد فاکتور خرید و دستگاه رو میومد و همدیگه متصل می‌کردش. دستگاه‌های موجود دو تا فیلد داره برای کلیدهای اصلی، یکی کد فاکتور و یکی هم کد کالا که این دو تا که کلید اصلیمون هستن کلیدهای خارجی هم هستن که به ترتیب از فاکتور خرید و دستگاه‌های موجود گرفته میشن. اما یک فیلد دیگه این هم به نام تعداد داره. پس این نقطه جدولی هستش که ما احتیاج داریم داخل SQL پیاده سازی بکنیم. در این قسمت می‌خوایم دیتابیسی که برای سیستم مدیریت فروشگاه موبایلمون بهش نیاز داریم رو داخل SQL ایجاد کنیم. وارد SQL میشم، رو قسمت دیتابیس کلیک راست می‌کنم، نیو دیتابیس رو انتخاب می‌کنم. تو قسمت نیم بعد نام دیتابیسمون رو وارد کنیم. من می‌خوام نامش باشه db_mobile. و بعد هم اوکی. پایگاه داده‌ای که می‌خواستیم ایجاد شد. تو قسمت تیبل باید جدول هامون رو قرار بدیم. اولین جدولی که میخوام ایجاد کنم جدول پرسونله. روی قسمت تیبل کلیک راست میکنم، نیو تیبل رو انتخاب میکنم. قرار شد جدول پرسونل رو ایجاد بکنیم. کلید اولی که میخوام وارد بکنم کلید اصلیشه. کلید اصلی جدول پرسونلمون هم بود پرسونل آیدی یا همون کد پرسونلی. یادم باشه به جای کد من از کلمه آیدی میام استفاده میکنم. نوعش رو هم میزنم اینت. برای اینکه پرسونل آیدی رو به عنوان کلید اصلی بخوام تعریفش بکنم، روش کلیک راست میکنم، set primary رو انتخاب میکنم. فیلد بعدیمون رو پرسونل first name وارد میکنم که مشخص کننده یه نام پرسونل باشه. و به ترتیب فیلد بعدی میشه پرسونل last name. فیلد بعدی برای کد ملیش باشه پرسونل underline کد رو وارد میکنم که یادمون باشه پرسونل کد منظورمون کد پرسونلی نیست، کد ملی پرسونل هستش. کد پرسونل میشه پرسونل آیدی که به عنوان کلید اصلی هم اینجا تعریفش کردیم. بیس دیگه ای هم به عنوان قرارداد چه خودمون داشته باشیم این هستش که اول هر فیلدی رو مطابقه با نام جدولش میذارم. الان جدول پرسونل هستش، من اول همه فیلد هام کلمه پرسونل رو قرار میدم.
که بعدا برای مشخص باشه که هر کدوم از این حالا فیلد ها مربوط به چه جدولی هستش و کار کردن باهاش راحت تر باشه. فیلد بعدی که نیاز داریم برای شهر پرسونل بود که میزنم پرسونل، سیتی. فیلد بعدیمون آدرس هستش. فیلد دیگه ای که نیاز داریم برای شماره همراه پرسونل هستش میزنم پرسونل موبایل، که فکر کنم این فیلد رو تو قسمت جدول ها وارد نکرده بودیم اما بهش نیاز داریم و من اینجا واردش میکنم. و آخرین فیلدمون هم برای شماره حسابش باشه که من به اسم پرسونل اکانت ذخیرش میکنم. و اکانت نامبر هم میتونستیم بذاریم، فرقی نمیکنه چون نام های اختیاریه. تایپ هاش رو بیایم تغییر بدیم. فرست نیم و لاست نیم رو انورچر 50 میذارم. کد رو هم به همین صورت انورچر 50 میذارم. برای آدرس انچر 10 خوب هستش، اما برای سیتی انچر 10 خوب هستش، اما برای آدرس انورچر مایت رو انتخاب میکنم. برای موبایل هم به همین صورت انورچر 50 رو میام قرار میدم، چون نمیخوام به صورت عددی ذخیرش بکنیم، میخوام به صورت رشته‌ای ذخیرش بکنیم. برای اکانت هم به همین صورت شماره حساب. کنترل اس رو میزنم، اسم جدول رو TBL underline personal و اوکی. جدول بعدی که باید ایجاد بکنیم جدول مشتری. دوباره رو تیبل کلیک راست نیو تیبل. فیلد اولمون کد مشتری هستش، وارد میکنم کاستومر آیدی، که یادمون باشه قرارمون این بود که کد مشتریمون همون شماره همراهش باشه، برای همین نوعش رو هم انورسر 50 قرار بود. کلید اصلیش هم میکنم، کلیک راست پرایمری رو انتخاب میکنم. فیلد هایی که دیگه ای که نیاز داریم first name هستش، last name و address. first name رو انورچر 50 قرار میدم، last name رو هم به همین صورت انورچر 50 قرار میدم، برای آدرس هم انورچر ماکس رو قرار میدم. برای first name و last name نمیخوام اجازه بدم که نال باشن، پس این دوتا تیک رو برمیدارم. یعنی کاربر حتما مجبور باشه فرست نیم یعنی نام و نام خانوادگی مشتری رو تو سیستم وارد بکنه، اما برای آدرس الزامی نیست که حتما آدرس مشتری رو بخوایم توی سیستممون وارد بکنیم، پس میتونیم اجازه بدیم که نال باشه. پس تیک اینجا رو میذاریم باقی بمونه. کنترل اس رو میزنم TBL underline کاستومر، چه نام تیبل مشتری. توی جدول پرسونل این نال هاش رو فراموش کردم که مشخص بکنیم. توی جدول پرسونل همه تیک ها رو برمیدارم، چون نمیخوام هیچ کدوم از فیلد هامون اجازه نال شدن داشته باشن، چون میخوام حتما مجبور باشیم وقتی میخوایم اطلاعات پرسونل رو تو سیستم وارد بکنیم همه این فیلد ها رو برای هر پرسونل مشخص بکنیم و کنترل اس رو میزنم. فقط اینو توجه بکنید، اگر که این جدولی رو ایجاد کردید بعد یه تغییراتی رو اومدید داخل جدول ایجاد کردید، چه از نوع حالا فیلد هاش رو اومدید تغییر دادید، نام فیلدی رو اومدید تغییر دادید و اومد بهتون خطا گرفت و نگذاشت که حالا تغییرات رو بیایید سیف بکنید، باید برید تو قسمت تولز گزینه آپشن رو انتخاب بکنید. تو قسمت دیزاینر عبارت prevent saving اگر که تیک داشت تیکش رو باید بردارید که زمانی که تغییری اومدید دادید به شما اجازه سیف کردن رو بده. اما اگر تیک اینو برداشتید و اجازه داده که موقع تغییرات به شما اجازه حالا سیف کردن رو بده، به این نکته باید توجه بکنید که وقتی داشتید که یک فیلدی رو تغییر میدادید این تغییر فیلد شما مشکلی رو حالا برای پایگاه داده شما ایجاد نکنه. ممکنه شما یه جدولی رو ایجاد کرده، یک فیلدی رو مثلا نوعش رو اینتیجر اومدی تعریف کردی و حالا یه سری دیتا هم برای اون جدول وارد کردی، یه سری نمونه داده داخل اون جدول وارد کردی، بعد اگر که برید این اینت رو نوعش رو حالا تغییر بدید ممکنه خب توی اون داده هایی که شما ذخیره کردید مشکل ایجاد میشه، چون ما این تیکه اینو برداشتیم به ما اجازه سیو کردن رو میده اما به هر حال این مشکل سازه. پس موقع سیو کردن باید به این نکته دقت بکنید که مشکلی رو ایجاد نکنه. پس میتونیم تیک اینجا رو برداریم و اوکی. این باعث میشه که دیگه راحت هر وقت خواستیم بتونیم تغییراتمون رو سیو کنیم. جدول بعدی که میخوام ایجاد بکنم جدول فاکتور تعمیر هستش. دوباره روی تیبل کلیک راست میکنم، نیو تیبل رو انتخاب میکنم. برای فاکتور تعمیر نام جدولمون میخوام باشه فاکتور ریپر، که به عنوان فاکتور تعمیر باشه. شما دو تا فاکتور داشتیم، یکی فاکتور خرید هستش و یکی هم فاکتور تعمیر هستش. کد فاکتورمون رو فاکتور ریپر آیدی میام قرار میدم
این قسمتش رو هم سیف کنم که برای بقیه فیلدها بهش نیاز داریم. نوعش رو هم اینتیجر میذارم. این قراره کلید اصلیمون باشه، پس کلید اصلی میکنمش. فیلد بعدی که نیاز داریم تاریخ فاکتورمون هستش، پس یک فاکتور دیت رو هم میام قرار میدم که تایپش رو هم دیت میذارم. دو تا فیلد دیگه هم داشتیم، یکی کد پرسونلی بود و یکی هم کد مشتری. پس این دوتا رو به ترتیب میام وارد میکنم، پرسونل آیدی و کاستومر آیدی. پرسونل آیدی کلید خارجی هستش که از جدول پرسونل میادش. تو جدول پرسونل کلید اصلیش همون پرسونل آیدیه که نوعش اینت هستش. پس من چون این پرسونل آیدی میخوام کلید خارجی از جدول پرسونل باشه، نوع این رو هم اینت قرار میدم. اما من نامش رو پرسونل آیدی قرار دادم، یعنی هم نام با کلید اصلی جدول پرسونل. اما این هم نام بودن چیزی نیستش که الزام داشته باشه. هر اسمی میتونیم بیایم انتخاب بکنیم و این دلخواه هستش. اما من مشابه میام قرار میدم که موقع کار کردن باهاش هم قابل فهم باشه هم راحت تر باشه. کاستومر آیدی هم که از کلید اصلی جدول کاستومر میاد، نوعش انورچر 50 بود. پس من این رو هم اینجا انورچر 50 میام قرار میدم. دیت رو که نمیخوام اجازه بدم نال باشه، حتما میخوام تاریخ حالا فاکتور بیاد وارد بشه. این دوتا رو هم که حالا نالشو برمیدم، حالا کلید خارجی هم هستش. کنترل اس رو میزنم. اسم جدولمون قرار شد TBL فاکتور ریپر بشه و اوکی. برای اینکه مشخص کنیم پرسونل آیدی و کاستومر آیدی کلیدهای خارجی هستن، روی همین قسمت یک کلیک راست میکنم، ریلیشنشیپ رو انتخاب میکنم، گزینه هی اد رو میام میزنم. توی قسمت تیبل اند کالم میام اینجا این سه نقطه که اینجا وجود داره رو روش کلیک میکنم. این قسمت اول حالا با موس دارم مشخصش میکنم، کلید اصلیمون رو مشخص میکنه. اما قسمت دوم کلید خارجیمون رو مشخص میکنه. الان ما توی جدول فاکتور ریپر میخوام فیلد کاستومر آیدی کلید خارجی باشه. اما این کاستومر آیدی قرار از چه جدولی گرفته بشه؟ بعد این قسمت بیام مشخصش بکنم. میخوام از جدول کاستومر گرفته بشه. حالا جدول کاستومر چه فیلدی بوده؟ کاستومر آیدی بوده. پس میخوام توی جدول فاکتورمون هم کاستومر آیدیمون که حالا قبلا انتخاب کردیم اما عوض شد کلید خارجی باشه. پس الان مشخص کردیم تو جدول فاکتور کاستومر آیدی کلید خارجی هستش که این کلید خارجیمون توی جدول کاستومر همین فیلد کاستومر آیدیش به عنوان کلید اصلیه. حالا اوکی میکنیم. حالا برای اینکه کلید خارجی بعدی رو مشخص بکنیم دوباره یک عدد دیگه میزنم، این قسمت رو انتخاب میکنم. این بار دوباره میخوام از جدول پرسونل فیلد پرسونل آیدی که کلید اصلی بود تو جدول تیبل پرسونلمون، پرسونل آیدی که کلید اصلی بود، میخوام توی جدول فاکتورمون پرسونل آیدیمون کلید خارجی باشه که از تیبل پرسونل میادش و اوکی رو میزنیم و رو میبندیم. اینا هم یک کنترل اس میزنیم. حالا اینجا یک هشدار میاد میگه که تو این جدول ها حالا ما اومدیم تغییراتی ایجاد کردیم چون اومدیم کلید خارجی کردیم و یس رو من میام میزنم و تغییرات من ذخیره شد. برای اینکه ببینیم حالا این ارتباط کلید خارجی درست مشخص شده باشه، توی این قسمت دیتابیس دیاگرام من کلیک راست میکنم، نیو دیتابیس رو میام میزنم. حالا این برام مشکلی نداره، اوکی رو میزنم. میرم توی این قسمت تیبلامون، تیبلی که تا الان ایجاد کردم رو توی این دیاگرام میام میکشم و اینجا میام قرارشون میدم. الان کاملا مشخص هستش که ما کلیدهای خارجیمون به درستی اومده مشخص شده. الان از جدول فاکتورمون دو تا کلید خارجی داریم که یکیش از جدول کاستومر هستش و یکی هم از جدول پرسونل. جدول بعدی که باید ایجاد بکنیم کالاهای تعمیریمون بودش. چون ما گفتیم وقتی یک فردی میخواد برای تعمیر به فروشگاه ما مراجعه میکنه، ممکنه یه سری کالاها رو برای تعمیر آورده باشه و حتما یکی نیستش. بنابراین کالاهای تعمیری ما به صورت یک صفت چند مقداری تعریف شده بودش که ما گفتیم براش نیاز داریم یک جدول جداگانه ایجاد بکنیم. پس من روی تیبل کلیک راست میکنم، نیو تیبل رو انتخاب میکنم. ما اینجا دو تا فیلد احتیاج داریم. یکی همون کد فاکتورمون هستش که توی جدول فاکتورمون به این اسم اومدیم ذخیرش کردیم، فاکتور ریپر آیدی، که من اینو به عنوان فیلد اول میام قرار میدم و نوعش هم اینت بودش.
فیلد بعدی که بهش نیاز داریم فاکتوری پر دیوایس هستش، یعنی اون کالایی که حالا ما قراره بیاریم برای تعمیر حالا به فروشگاه ما داده شده. خب اینم چون که نام هستش این بر سر 50 قرار میده. حالا میتونم دیوایس خالی بزنم یا نام هم میتونم بهش اضافه بکنم، حالا اسمها دل بخواه هستش. من هر دوتای اینها باید کلیدهای اصلی بشن، پس من هر دوتاشون رو میگیرم، کلیک راست میکنم و سید پرایمر رو میام میزنم، هر دوتاشون کلید اصلی شدن. اما این فاکتور ریپر آیدی من کلید خارجی هم باید باشه، کلید خارجی که از جدول فاکتور ریپر میادش. بنابراین کنترل اس رو من میام میزنم، این جدول رو اول ذخیره میکنم به اسم تیبل ریپر دیوایس، دستگاه تعمیری، و اوکی رو میزنم. دوباره اینجا کلیک راست میکنم، ریلیشنشیپ رو میزنم، اد رو میزنم، توی همین قسمت این سه نقطه رو میام انتخاب میکنم. من میخوام از چه جدول کلید اصلی بیارم؟ از جدول تیبل فاکتورمون میخوام کلید اصلی بیاریم. کدوم فیلدش رو؟ فیلد فاکتور آیدی میگم. حالا که میخوام توی این جدول ریپر دیوایسمون فیلد فاکتور آیدیش کلید خارجی بشه، دیوایسمون رو نیازی نداشتیم نان کردم. الان من اومدم کلید خارجی رو مشخص کردم، اوکی میکنم و کلوز، کنترل اسمون هم میزنیم، یس رو میام میزنم. جدول بعدی هم که نیاز داشتیم ایجاد شد. الان من توی این قسمت تیبلمون رو یک ریفرش بکنم، ریپر دیوایسمون هم بیاریم، میبینیم که حالا داخل این جدولمون هم یک کلید خارجی داریم که از جدول فاکتور گرفته شده. جدول بعدی که میخوام ایجاد بکنم جدول دسته هستش، که برای دسته بندی دستگاه هایی بودش که تو فروشگاه قراره به فروش برسن. روی تیبل کلیک راست میکنم، نیو تیبل رو انتخاب میکنم. اگر خاطرتون باشه فقط یک فیلد داشت و اون هم نام دسته بودش. بنابراین من اینجا وارد میکنم کاتگوری نیم که قرار بود کلید اصلیمون هم باشه. نوعش انورچر 50 قرار میدم، انورچر 10 هم میتونه خوب باشه. روش کلیک راست میکنم، کلید اصلیش میکنم، کنترل اس رو میزنم، به اسم TBL Underline کاتگوری ذخیرش میکنم و اوکی. جدول بعدی که میخوایم ایجاد بکنیم جدول دستگاه ها هستش. دوباره روی تیبل کلیک راست میکنم، نیو تیبل رو انتخاب میکنم. اولین فیلد که کلید اصلیمون بودش کد دستگاه هستش، چون میخوام نام تیبلمون رو دیوایس ذخیره بکنم، از اول فیلدها دیوایس رو میام قرار. برای کلید اصلیش دیوایس آیدی رو قرار میدم و نوعش رو اینت میکنم، کلیک راست میکنم، ست پرایمری رو میزنم که کلید اصلیمون هم بشه. فیلد بعدیمون دیوایس مدل هستش، نوعش رو انورچر 50 قرار میدم. فیلدهای دیگه‌ای که بهش نیاز داشتیم نوع نمایشگر، ابعاد نمایشگر، رم، حافظه داخلی و اینها بود که اینها رو باید به ترتیب اینجا بیام وارد بکنم. پس میزنم display type که مشخص کننده یه نوع نمایشگرمون باشه، device display time که برای ابعاد باشه، ابعاد نمایشگرمون رو مشخص بکنه، display device RAM، device memory که حافظه داخلیمون رو مشخص بکنه، یک device comment هم اینجا فیلدش رو قرار میدم که اگر توضیح اضافه تر نیاز بود وارد بکنن، و آخرین فیلدمون هم که باید کاتگوری نیم باشه، که کاتگوری نیم قراره کلید خارجی باشه که از جدول کاتگوری میاد، پس تایپش هم باید همون انورچر 50 باشه که مثل کلید اصلی خود جدول کاتگوری باشه. کنترل اس رو میزنم، نام جدولمون رو میزنیم TBL underline device و اوکی. کاتگوری نیم رو بعد اینجا به عنوان کلید خارجی هم مشخص بکنیم. البته نوع اینها رو هم فراموش کردم تغییر بدم. برای اینها انورچر 50 میکنم. فقط برای کامنت چون ممکنه توضیحات زیاد باشه انورچر ماکس میکنم. مدل رو نمیخوام اجازه بدم نال بشه، حتما میخوام وارد بشه، اما بقیه توضیحاتش حالا میتونم بقیه یه فیلد ها میتونم نال باشه و کاربر اونها رو وارد نکنه. کاتگوری نیمش هم نمیخوام اجازه بدم که نال بشه، یه بار دیگه کنترل اس میزنم که تغییرات سیف بشه.
من این کلید خارجی رو مشخص کنم، باز هم کلیک راست میکنم، ریلیشنشیپ رو انتخاب میکنم، اد رو میزنم، روی این قسمت کلیک میکنم. من میخوام کلید اصلی این کلید خارجی قراره از جدول کتگوری گرفته بشه، TBL underline کتگوری. این قسمت رو میام انتخاب میکنم که فیلدی هم که میخوایم ازش بگیریم کتگوری نیم هستش، که میخوایم توی جدول TBL دیوایسمون کلید خارجی بشه. دوباره فیلدش رو انتخاب میکنیم، همین کتگوری نیم هستش. بنابراین الان فیلد کتگوری نیم از جدول دیوایسمون کلید خارجی هستش که داخل جدول کتگوری کلید اصلیه. اوکی رو میزنم و کلوز. کنترل اس رو هم میزنم. یس رو انتخاب میکنم. جدول بعدی که باید ایجاد بکنیم جدول دستگاه‌های موجود هستش. یک جدول جدید ایجاد میکنم. اسم این جدول رو میخوام My Device ذخیره بکنم. این اولش رو My Device ID قرار میدم که نوعش اینت هستش و کلید اصلی. کلید بعدیمون My Device Number هستش که برای تعداد هستش و نوعش اینت. کلید بعدیمون My Device Cost با نوع مانی که برای هزینه هستش. آخرین کلیدی که نیاز داریم Device ID. Device ID داخل جدول دیوایسمون کلید اصلی هستش، اما داخل جدول My Device‌مون قرار کلید خارجی بشه و نوعش هم باید اینت باشه. کنترل اس رو میزنم، این جدول رو به اسم TBL My Device ذخیره میکنم. Device ID رو باید به عنوان کلید خارجی تعریفش بکنیم. کلیک راست میکنیم، Relationship رو انتخاب میکنیم، Add رو میزنیم، وارد این قسمت میشیم. از جدول Device‌مون کلید اصلیش که دیوایس آیدی هستش رو انتخاب میکنیم و میخواییم داخل جدول مای دیوایس همونی بشه کلید خارجی. تو جدول مای دیوایس اسمش همون دیوایس آیدی بشه. اوکی رو انتخاب میکنیم و کلاس. کنترل اس رو هم میزنم. یس. چیز دیگه ای که باید بهش دقت بکنیم این هستش که دیوایس آیدی که اینجا کلید خارجی هستش باید یونیک هم باشه. برای اینکه یونیک بودنش رو تنظیم بکنیم کلیک راست میکنیم، وارد این قسمت ایندکس میشم، اد رو میزنم، از بین ستونها ستون دیوایس آیدی رو انتخاب میکنم، اوکی، و توی این قسمت ایز یونیک رو یس میکنم و کلوز رو میزنم و کنترل اس تا تغییراتمون ذخیره بشه. الان دیگه باید بریم جدول فاکتور خریدمون رو ایجاد بکنیم. یک جدول جدید ایجاد میکنم. اسم این جدول رو میخواییم بذاریم فاکتور بای، فاکتور خرید. فیلد اولی که میخواییم بذاریم براش فاکتور بای آیدی تعریفش میکنم که نوعش اینت هستش و قرار کلید اصلیمون هم باشه. دومان کلید اصلی ستش میکنم. چیزای دیگه ای که داخل این جدول فاکتور برامون مهم هستش. ما اینجا باید دوتا کلید خارجی تعریف میکردیم. یکی کد پرسونلیمون، یکی کد مشتری. کد پرسونلی رو به اسم پرسونل آیدی ذخیرش میکنیم. اسم فیلدش رو میزنیم پرسونل آیدی که نوعش اینت هستش. کد مشتریمون هم که کاستومر آیدی هستش که نوعش انورتر 50 بود. فیلد دیگه ای که ما اینجا احتیاج داریم برای تاریخ هستش، بنابراین تایپ میکنم دیت که نوعش هم همون دیت قرار میدیم. و یک فیلد دیگه ای هم میخواییم برای کاست که هزینه کلمون بود و نوع این رو هم مانی قرار. به فیلد دیگه ای هم که دیگه احتیاج نداشتیم این رو کنترل اس میزنم به نام TBL فاکتور بای ذخیرش میکنم. حالا بعد کلیدهای خارجیمون رو مشخص بکنیم. کلیک راست میکنم، ریلیشنشیپ رو میزنم، اد رو میزنم، وارد این قسمت میشم. میخوام از جدول کاستومر، کلید اصلیش کاستومر آیدی، داخل جدولی که الان ایجاد کردیم نام فیلدش هم کاستومر آیدی گذاشتیم، میخوایم کلید خارجی بشه.
اوکی رو میزنم، دوباره اد رو میزنم، وارد همین قسمت میشیم. این بار باید جدول پرسونل رو انتخاب بکنیم. لیبل پرسونل، کلید اصلیش پرسونل آیدی بود که تو جدول فاکتورمون هم همین پرسونل آیدی نوشتیم، همین رو انتخاب میکنیم و اوکی میزنم و کلوز. کنترل اس رو میزنم که تغییرات ذخیره بشه. جدول دیگه که ما بهش احتیاج داریم جدول فاکتور خرید بودش که نام دیگه شامل بود، که برای برقراری ارتباط بین جدول مای دیوایس و فاکتور بودش. بنابراین این جدول رو ایجاد میکنم، یک جدول جدید. اسم جدولمون رو بذاریم، حتی اینجا به عنوان اسم جدول نمیرسم، برای فیلدمون هستش که قرار شد اول همه فیلدهامون باشه. فاکتور دیوایس، فاکتور دیوایس باید ببینه اولمون هستش که برای آیدیش میای میزنیم. البته خودش آیدی احتیاج نداره، دوتا کلید خارجی باید بیاییم براش تعریف بکنیم که این دوتا کلید های خارجی هم از جدول فاکتورمون میاد و جدول مای دیوایسمون. فقط یک فیلد برای خودش احتیاج داشت که برای تعداد بودش، پس این رو نامبر تایپ میکنم و نوعش رو هم اینت قرار میدم. البته دقت کنیم این کلید اصلیمون نیستش. یه فیلد احتیاج داریم، مای دیوایس آیدی، که کلید اصلی جدول مای دیوایس هستش که قرار حالا داخل این جدول به عنوان کلید خارجی میخوایم از تعریفش بکنیم. نوعش رو هم اینت قرار میدم. و فیلد دیگه ای که احتیاج داشت کد فاکتورمون بودش، به فاکتور بای آیدی بود که نوع این هم اینت هستش. این دوتا فیلد هم کلید خارجی هستن تو این جدول، هم کلیدهای اصلیمون. به عنوان کلید اصلی تعریفشون میکنم، هر دو رو با هم میگیرم و کلید اصلی میکنم. کنترل اس رو میزنم، تیبل فاکتور دیوایس و خب بعد کلیدهای خارجیمون هم تعریف بکنیم. دوباره کلیک راست میکنیم، ریلیشنشیپ رو میزنیم، اد. میخوام از جدول مای دیوایس، فیلد مای دیوایس آیدی که کلید اصلی هستش، داخل این جدول کلید خارجی بشه. هر دو طرف مای دیوایس آیدی انتخاب شده و اوکی. دوباره اد رو میزنم، وارد همین قسمت میشم. این بار میخوام از جدول فاکتور بای، کلید اصلیش که فاکتور بای آیدی هستش، داخل این جدولمون کلید خارجی بشه. پس همون فاکتور بای آیدی رو باید انتخاب بکنم و اوکی. کلوز رو میزنم و کنترل اس. یس. من توی این قسمت دیاگرام یک دیاگرام جدید ایجاد میکنم. تیبل هامونم رفرش بزنیم که همه بیان. همه این تیبل ها رو من وارد این قسمت میکنم که ارتباطشون رو ببینیم. دیاگراممون به این صورت میشه، دقیقا همون چیزی که داخل تیبل ها هم مشخص کرده بودیم.